آقا ایران چه خبر؟ ایران که اگه میخوای در مورد ایران هم صحبت کنیم خوبه، بالاخره مردم فامیلاشون اینجا واکسن این کاری که دارن انجام میدن با کوبا که خیلی تولیدات قوی داره. آره، از لحاظ پزشکی شرایطش خوب و مناسب هستش نه؟ خوبه، آپشن های زیاد داشته باشن خوبه، ولی اینکه وایسن تا کوبا چی میگه، چون کوبا مرحله 3 هنوز نمیدونیم نتیجه مرحله 3 چیه. ایران میخواد جزء فاز 3ش باشه. حالا خواستیم میتونم در مورد اینم صحبت کنم. آره حتما فرصت بشه. از ایران چه خبر؟ از واکسن ها چه خبر؟ واکسن های مختلف داخلی خارجی کوبا. آره ما همون ببین من دارم سعی میکنم که این برنامه رو امروز ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر پخشش کنم. اگه بتونم برسونم. آره که گفتم 20 21 دقیقه رو میریم نگرش میداریم. بعد من دوباره معرفیت میکنم میام تو بخش بعد. باش. امروز فقط در مورد واکسن دیگه، چیز دیگه که نمیخوای بگی؟ نه 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 نه. اوکی. خب به نظر میاد که ما باید دیگه شروع کنیم. دوستان هم احتمالاً تا الان بیشتر به ما ملحق شدن. خب قبل از اینکه من معرفی کنم دکتر خدمتتون، let's thank to KIRN Biskaya, general manager of the radio station. Thank you KIRN for all your help, time and effort for this beautiful event today. Very educational and hopefully positive vibe. اما دوستان عزیز خیلی خوش آمدید به وبینار امروز رادیو ایران 670 AM. امیدوار هستم که امروز بتونیم یک وبینار خوب آموزشی و با انرژی خیلی خوب و مثبتی و خدمتتون ارائه بدیم. امروز میزبان یکی از به واقع نخبگان ایرانی هستیم. واقعا من در برنامه‌های خودم ایشون از دانشمندان جوان ایرانی رو لقب دادن. دکتر کامیار علایی، پزشک اپیدمیولوژیست، متخصص سیاست‌گذاری بهداشت بین‌الملل و حقوقدان. ایشون دانش آموخته دانشگاه‌های تهران، ملی، آکسفورد، هاروارد و نیویورک هستند و شخصی که این روزها در عرصه جهان وبینارهای بین‌المللی باشون گذاشته میشه. درخواست‌های زیادی دارم برای اینکه در این مورد بتونم صحبت کنم و در طی این یک سال هم همکاری بسیار نزدیکی با رادیو ایران داشتن که از این بابت از همینجا ازشون قدردانی میکنم و سپاسگزار زحماتشون هستم. ضمن عرض خیر مقدم بهتون این توضیح رو بدم که اگر سوالی دارید سوالاتتون رو میتونید به من به همین در زوم تکست بفرستید. این سوالا بعضن ممکنه با سوالهایی که داره پرسیده میشه یکی باشه که اگر اونطوری باشه جوابتون رو میگیرید. در غیر این صورت در بخش سوم برنامه حتما به سوالات شما هم پاسخ داده خواهد شد. این برنامه در تلاش هستیم که در این برنامه ما در تلاش هستیم که بتونیم امروز بعد از ظهر ساعت 6 هم براتون از طریق رادیو پخش کنیم. بنابراین در دو سگمنت 20 دقیقه با شما هستیم و در بخش سوم به سوالات شما اونهایی که برای من میفرستید من از دکتر میپرسم که لطف کنم به شما پاسخ بدن. دکتر ضمن عرض خیر مقدم بپردازیم به اولین سوال، وضعیت کرونا در دنیا الان چطوری هستش؟ خب ما ظرف این یک سال میدونیم جهش‌های مختلفی هم صورت گرفته. بفرمایید که تا چه اندازه این جهش هم اهمیت داره و باید براش ارزش قائل. من خدمت شما و همه بینندگان و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. افتخاری است که دوباره در خدمت شما و همه عزیزان هستم. همونطوری که میدونین ما الان بیش از یک سال هست که با کرونا درگیر هستیم و در طی زمان تلاش‌های بسیار زیادی در زمینه دانش بیشتر در مورد خود ویروس و نحوه پیشگیری و در واقع کنترل بیماری بوده. به همون میزان که تلاش‌های
چشمگیری برای واکسیناسیون صورت گرفته و ما میدونیم تعداد بسیار زیادی واکسن در حال در واقع تحقیق هستن، بیش از 150-60 گونه و بیش از 10 مورد فاز 3 رو در واقع طی کردند یا در حال طی کردن هستند. خود ویروس هم در طی زمان داره در واقع جهش صورت میگیره. ما میدونیم در مقایسه با ویروس های دیگه ویروس در واقع کرونا هر ماه یک بار جهش پیدا میکنه، در صورتی که ما میدونیم در مورد آنفولانزا این جهش هر دو هفته یک بار، در مورد اچ‌آی‌وی هر هفته هست. و مسئله که هست این هست که بستگی داره که این 30,000 ژنی که داره کدوم ژنش جهش صورت میگیره، چون بعضی از جهش ها زیاد مهم نیستن، تأثیری در فعالیت ویروس ایجاد نمی کنه، ولی بعضی از جهش ها هستن که باعث میشه که نحوهی که فعالیت میکنه تغییر پیدا کنه. ما میدونیم که در پاییز شنیدیم که در انگلستان اولین گزارش های در مورد جهش هایی که صورت گرفت که این باعث شد که شدت بیماریزایی ویروس افزایش پیدا کنه تا 70% مصری تر بشه، اما خوشبختانه کشندگی ویروس تغییر پیدا نکنه. اما همین افزایش یافتن عفونت باعث شد که تعداد بیشتری از جامعه در زمان کوتاه‌تری آلوده بشن و به همین نسبت تعداد بیشتری نیاز به بستری داشته باشن. مسئله مهم دیگر این هست که همزمان با در واقع واکسیناسیونی که در واقع داره روش کار میشه، یک باید پوشش جمعیتی افزایش پیدا کنه، دومی مسئله این هست که این جهش هایی که ایجاد میکنه مانعی نباشه از تاثیرگذاری واکسن که میتونیم در موردش صحبت بکنیم. چالش دیگه ای که ما داریم این هست که یک گپ بزرگی بین کشورهای توسعه یافته و کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه وجود دارند که در واقع 70% واکسن رو 15 کشور دارن انجام میدن و بیش از در واقع 180 کشور هستن که هنوز چالش دارن و بیش از 100 کشور که حتی یک دونه واکسنی ندارن و این چالش دیگه ای هست که در مورد کرونا وجود داره. دکتر، الان یک سال هستش که به صورت رسمی تقریبا از این اپیدمی داره میگذره و خب تا الان توصیه های مختلفی جهت پیشگیری و انتقالش داده شده. در طی این یک سال مسلما شما دانش و شناختتون نسبت به این ویروس بیشتر شده. در طی این فرایند آیا توصیه های جدیدی به توصیه های قبلی اضافه شده که الان علم پزشکی بتونه بگه که بیشتر با این توصیه ها میشه در پیشگیری و نقل و انتقالش موثر بود؟ بله، در واقع یکی از مسائلی که در طی زمان روشن شد این هست که یک فردی که در واقع مبتلا هست آیا حتما دچار علامت میشه یا نمیشه، و ما دیدیم که 40% از افراد هیچ گونه علامتی ندارن و بیش از 80% علائم خفیفی دارن و در نهایت 26% از موارد انتقال توسط افرادی صورت میگیره که هیچ گونه علامتی ندارن. به خاطر همین خیلی مهم هست، ما میبینیم بعضی مواقع مردم خسته میشن، بعد از یک سال یه مهمانی میرن دور هم جمع میشن و به افراد میگن آیا تو علامت داری، تب داری، نداری، هیچ مشکلی نیست. یا ما میدونیم خیلی از فروشگاه ها تنها معیارشون چک کردن تبه، در صورتی که 26% از انتقال ممکنه هیچ گونه علامتی نداشته باشن. فکر کنیم ممکنه یک چهارم از افرادی که دور ما هستن ممکنه مبتلا باشن و بدون علامت باشن. نکته دیگه در واقع روش پیشگیری هست. در گذشته میگفتن هر پوششی خوبه، ما میدیدیم در کنار ماسک افراد خودشون پارچه درست میکردن، بعضیا لباسای ورزشی داشتن که در واقع صورتو میگرفت. بررسی های انجام شد و دیدن خیلی از اینها هیچ گونه تأثیری ندارن و ساده ترین روشش این هست که اگر شما یک ماسکی دارین از یک طرفش چراغ قوه یا شمع بگذارید، طرف دیگش اگه نور رد بشه این هیچ فایده ای نداره. یا مسئله دیگه این هست که اگر شما ماسک رو درست رو صورتتون نذارید، خیلی از افراد از بالای بینی یا از زیرش فضای باز هست، نمیتونه آنچنان موثر باشه. به خاطر همین CDC توصیه جدیدی که کرد این هست که از دو تا ماسک استفاده کنیم، یعنی اینکه یک ماسک میتونه 45% موثر باشه، ولی اگه دو تا ماسک استفاده کنیم، مخصوصا اگه ما بتونیم، میدونم خیلی از افراد دوستان ظاهر ماسک قشنگ باشه، از ماسک پارچه استفاده کنن، اگه ما یک ماسک جراحی استفاده کنیم و یک ماسک پا
پارچه‌ای رو روش بیاریم، مخصوصا بتونین فضاها رو پوشش بده یا جوری ما تنظیم کنیم، حتی بعضی هستن این کشش رو برعکس میبندن که بتونه سفتش کنه، تا بیش از 90% این مسئله میتونه پیشگیری کننده باشه. پس مسئله این هست که بعضی مواقع ما اگر ماسک نزنیم بهتر از اینه که ماسک بد بزنیم، چون وقتی ماسک نزنیم فاصله در واقع 6 فیتی یا 2 متری رو رعایت میکنیم، ولی وقتی که ماسک میزنیم با این که ما در واقع به طور غلط فکر میکنیم محافظت شده هستیم، فاصلمون رو خیلی کم میکنیم و همین مسئله باعث میشه که کماکان خیلی از افراد مبتلا بشن. بله، خب مسلما خبر خوب این بود که بالاخره واکسنش کشف شد و الان واکسیناسیون در اکثر کشورهای جهان آغاز شده. سوال رو با بخش اول به این شکل شروع میکنم که اهمیت این واکسیناسیون الان واقعا در کجاست؟ ما در همین ایالات متحده شاهد تعداد زیادی افرادی هستیم که اینها مخالف واکسیناسیون هستن، و بعد در بخش دوم یه مقداری بپردازیم به انواع این واکسن ها و کشورهای تولید کننده اونها و کارایی که این واکسن ها دارن. بله، در واقع ما میدونیم که بحث واکسیناسیون بحث بسیار قدیمی هست و در طی زمان واکسن‌های متنوعی ساخته شده و اونها تونسته که خیلی از بیماری‌ها رو ریشه‌کن کنه یا مرگ و میر رو کاهش بده، به خاطر همین یک بحث جدیدی نیست. و مسئله بعدی این هست که برای کرونا از تکنولوژی استفاده شد به عنوان مسنجر آر ان ای، که در واقع به جای روش‌های سنتی که در واقع از ویروس ضعیف شده یا حتی کشته شده استفاده می‌شد، فقط از یک نوع قسمتی از در واقع آر ان ای استفاده می‌شد که اون مخصوص قسمتی از در واقع ویروس بود که اون اسپایک یا اون در واقع قسمتی که اتصال پیدا میکنه به ویروس رو تولید میکنه، و به خاطر همین باعث میشه که در واقع بدن نسبت به این واکسن واکنش نشون بده بدون اینکه در واقع عوارض ایجاد بشه. بحث واکسن هست چون بحث جدی هست، چون میدونیم این بیماری کشنده هست. ما میدونیم چندین میلیون نفر کشته شدن، حتی در آمریکا بیش از 400 هزار نفر کشته شدن، و اینها تنها اعدادی هست که گزارش شده و قطعا اعداد گزارش نشده بسیار بیشتر هست. به خاطر همین با توجه به اینکه خطر مرگ است و مخصوصا برای افراد سالمند، عزیزان ما، پدر مادر، پدر بزرگ، مادر بزرگ، این مسئله بسیار جدی هست و ما میدونیم الان ده ها میلیون نفر واکسینه شدن، به خاطر همین دیگه اون ترس هایی که در روزهای اول بود واقعا جایی نداره. خیلی مهم هست که ما این واکسیناسیون رو انجام بدیم. مسئله بعدی این هست که نه تنها باید واکسیناسیون انجام بشه، بلکه باید پوشش واکسیناسیون به صورت کامل باشه. یعنی در گذشته فکر میکردن که یک فردی که مبتلا هست به سه نفر منتقل میکنه در طی 2 تا 3 هفته عفونت، پس ما اگه از 3 نفر 2 نفر رو واکسینه کنیم در واقع 1 به 1 میشه و کنترل میشه، و 2 از 3 میشه در واقع 65%. پس میگفتن اگه 65 تا 70% جامعه واکسینه بشن یا به نوعی عفونت گرفته باشن که در واقع سیستم ایمنی پاسخ کافی داشته باشه، هرد ایمیونیتی یا ایمنی جمعی ایجاد میشه. اما بررسی بعدی نشون داد که 40% افراد هیچ علامتی ندارن، پس 1 نفر به 5 نفر منتقل میکنه و ما باید 4 نفر از 5 نفر رو در واقع واکسینه کنیم، یعنی 4 از 5 80%. پس شاخص ما 85% هست. پس ما باید 85% جامعه رو واکسینه کنیم در مدت زمان محدود، یعنی در طی 1 سال، که در واقع ما میدونیم حداقل فردی که واکسن میشه برای 1 سال ایمنی بدنش به اندازه کافی هست که محافظت بشه. و این نه تنها در آمریکا باید صورت بگیره که جز اهدافش هست، در کشورهای دیگه هم صورت بگیره. چرا؟ چون اگر ما در آمریکا، در انگلستان انجام بدیم و در کشورهای آفریقایی یا کشورهای آسیایی این واکسیناسیون به موقع انجام نشه، ویروس فرصت پیدا میکنه که موتاسیون ایجاد کنه، و وقتی موتاسیون به اندازه کافی باشه ممکنه یک نوع موتاسیون ایجاد کنه به این واکسن ها مقاوم باشه و دوباره باید کل جمعیت دوباره واکسینه بشه. به خاطر همین خیلی مهم هست که اون ترس های گذشته که مورد نداشت کنار بذاریم، و دوم این هر چه زودتر اگر ما در گروه اولویت بندی هستیم باید بلافاصله پیگیری کنیم و واقعا واکسن انجام بشه، و واکسنی که انجام میشه باید هر دو دوز واکسن صورت بگیره که میتونیم در مورد این بعدا صحبت کنیم. دکتر، به هر حال با توجه به اینکه به خصوص واکسن های فایزر و مادرنا از تکنولوژی جدید استفاده میکنن، به طبع
علاوه بر شایعاتی که بیشتر جنبه فیلم های هالیوودی داره در مورد این واکسن ها وجود داره که خب دیگه بارها توضیح داده شده اینها چیزی جز تخیلات نیست، اما بپردازیم به بخش علمی قضیه که میتونه ساید افکت باشه، میتونه عارضه یا عوارضی باشه که در افراد به وجود میاد. بفرمایید که تا الان چه مقدار عارضه یا ساید افکت در افراد دیده شده که اون رو بشه اعلام کرد که به صورت عمومی این واکسن ها میتونه ساید افکت داشته باشه؟ اصلا همچین چیزی که بخواد در این در حقیقت وسعت اعلام بشه ساید افکت دیده شده یا نه، و بعد اینکه اصولا چه افرادی بعد الان در اولویت این واکسن قرار داشته باشن و همین دوستانی که الان در این وبینار زوم رادیو هستند بدونن که در چه گروه اولویت بندی قرار میگیرن. ببینین، هیچ داروی یا هیچ پروسیجری یا هیچ درمانی در دنیا وجود نداره که هیچ عارضه‌ای نداشته باشه. به قول معروف میگن مشق ننوشته یا دیکته ننوشته غلط نداره، درسته؟ به عنوان مثال ماشین، رانندگی، آیا میتونیم بگیم در دنیا هیچ گونه تصادفی صورت نمیگیره؟ میگیره، ولی ما چیکار میکنیم؟ ما کمربند میبندیم، با وجود کمربند بستن باز تصادف صورت میگیره، ولی باعث میشه که خطر مرگ یا شدت آسیب کاهش پیدا بکنه. در مورد واکسن هم همین هست. در واقع واکسن ها عوارضی دارند، ولی این عوارضشون بسیار محدود هست و بیشتر مربوط میشه به افرادی که حساسیت های در واقع ایمنی دارن نسبت به خود واکسن. در الان ما میدونیم ده ها میلیون افراد واکسینه شدن و عوارضی که گفته شده بسیار عوارض محدودی بوده، هیچ بحث مرگی یا بحث شدید بودن عوارض وجود نداشته. از طرف دیگه خود واکسن باعث میشه که شدت بیماری کاهش پیدا بکنه، یعنی نه تنها واکسن باعث میشه که 94-95% فرد نگیره، اگر هم بگیره اون 4-5% شانس بستری شدن یا شانس شدت بیماری کاهش پیدا میکنه و فرد نمیمیره. و این بحث خیلی مهمی هست. به خاطر همین در واقع همونطوری که گفتم، شما هر حتی مسکن هایی که افراد over the counter میخورن میتونه عوارض داشته باشه، ولی ما هیچ وقت نمیگیم آقا پس مسکن نخور. ما باید بالانس کنیم در واقع بین در واقع بد و بدتر، و میدونیم که با توجه به اینکه واکسن خطر مرگ نداره و خطر عوارض جدی نداره، ولی ویروسی هست که میلیون ها نفر کشته شدن، به نظر من بهترین تصمیم این هست که باید افراد واکسینه بشن. و از طرف دیگه این هست که ما میدونیم که افراد هرچه سنشون بالاتر باشه شدت مرگ و میر بالاتر هست، به خاطر همین اولویت بندی که در ابتدا شد بالای 75 سال در آمریکا بود، حتی انگلستان بالای 85 سال شروع کرد، بعد 80-75، الان بالای 65 سال. هر کسی که در واقع این صحبت رو میشنوه بالای 65 ساله حتما باید بره و پیگیری کنه برای واکسیناسیون، یا هر کسی که بیماری های زمینه ای داره یا کسی که در واقع در تماس مستقیم با بیماران هست، مثل در واقع مدیکال، در واقع گروه پزشکی که در واقع در تماس مستقیم هستن، حتما باید واکسینه بشن. مسئله مهم این هست که واکسن باید دو دوزش صورت بگیره. اگر کسی واکسن دوز اول رو میگیره، این فقط 70% میتونه مؤثر باشه. بنابراین بعد از دوز اول 3 هفته بر اساس نوع واکسن بیشتر یا کمتر باید دوز دومش رو بگیره، و بعد از اون 2 هفته بعدش میتونه حد اکثر تأثیر رو داشته باشه. پس افرادی که مثلا دیروز یه واکسن رو زدن، حالا ویکنده، بگن خب ما بریم مهمونی هم دیگر رو ببینیم، چند روز طول میکشه تا دوز اول بتونه خودش در واقع تأثیرش رو نشون بده. به خاطر همین ما باید فکر کنیم که واکسن زدیم دیگه روی این تن شدیم و هیچ اتفاقی نمیفته، اینطوری نیست. قطعا باید دوز دوم زده بشه و 2 هفته بعد از دوز دوم در واقع ما صبر کنیم، بعد بتونیم در واقع بگیم که بدن ما به اندازه کافی در واقع مقاوم شده. دکتر در این بخش ما الان 2 دقیقه فرصت داریم، در این 2 دقیقه بفرمایید که الان با توجه به کمبود واکسن که حتی دیده شده بعضی از مراکز ایمیل فرستادن و گفتن که دوز دوم رو الان نمیتونن بزنن و ممکنه تا 2-3 هفته طول بکشه که واکسن برای دوز دوم به دستشون برسه، الان به خاطر شرایط اقلیمی در امریکا هم این جریان بدتر شده، اگر این فاصله بگذره چقدر تاثیر داره؟ آیا
و چه زمانی هستش که میتونه ثابت شه که تاثیرگذاریش اوکی هست؟ درست. ببینین، یک بحثی که بحث بسیار مهمی شد و از انگلستان شروع شد این هست که با توجه به محدودیت زمان و با توجه به شدت بیماری و محدودیت در دسترس بودن واکسن در واحد زمان، گفتن که آیا افرادی که یک دوز واکسن گرفتن ما بیایم دوز دوم بهشون بدیم که مثلا از 70% به 90-95% برسن، یا جمعیت رو دو برابر کنیم؟ چون شما اگر دو برابر بکنیم 70% بگیرن، بهتر از این هست که شما بیاید یک گروه رو از 70-90% افزایش بدید. به خاطر همین بررسی کردن، دیدن که به جای 3 هفته، 4 هفته، 6 هفته، حتی در بعضی واکسن ها بیشتر از 6 هفته هم فاصله باشه، هیچ نگرانی وجود نداره. به خاطر همین به نظر من نباید نگران باشن. این عدد به قول معروف ماجیک نیست که حالا 21 روز بشه 22 روز یا 1 هفته بیشتر کمتر بشه. چون ما باید گروهی فکر کنیم، یعنی من الان بگیرم دوز اول، دوستم هم دوز اول رو بگیره، بهتر از این که من دوز دوم بگم همچنان دوستم نگرفته باشه، چون بعدا صحبت میکنیم که من میتونم عفونت رو به دیگران منتقل کنم. پس اگر دوستم بگیره، باز اعضای خانواده من در معرض خطر هستن. دوستان عزیز، شنونده های برنامه رادیو ایران، اگر الان شما در حال شنیدن این برنامه هستید، این برنامه در حقیقت بازپخش و ضبط شده وبینار رایگانی هست که چندی پیش رادیو ایران اون رو برای شما گذاشت و ممکن هست که همین الان هم شما در این وبینار حضور داشته باشید. خدمتتون عرض کنم که میزبان یکی از نخبگان جامعه ایرانی آمریکایی هستیم، دکتر کامیار علایی، پزشک اپیدمیولوژیست، متخصص سیاست‌گذاری بهداشت بین‌الملل و حقوقدان، دانش آموخته دانشگاه های تهران، ملی، آکسفورد، هاروارد و نیویورک. به نظر نمیاد که کار دیگه‌ای دکتر علایی خواسته باشه انجام بده و انجام نداده باشه دیگه. کلن هر آنچه که باید ایشون میاموختن رو آموختن و ما بسیار خوشحالیم از این که دکتر علایی رو در ایالات متحده داریم و بسیار مسرور از اینکه همکاری ایشون رو با این بخش از برنامه و کلا با رادیو ایران. تا الان سوالاتی پرسیده شده، ما تا 20 دقیقه آینده مجددا سوالاتی رو از ایشون میپرسیم. دوستانی که روی زوم هستند، سوالاتی که دارید مطرح میکنید رو ما میبینیم، محبت بفرمایید این سوالات رو میتونید بفرستید. اگر در خلال این سوالاتی که من میپرسم از دکتر جوابتون رو که گرفتید، اگر نه در 20 دقیقه پایانی برنامه از دکتر خواهش میکنم با مطرح کردن سوالات شما پاسخهای شما رو بدن. امیدواریم که این موقعیت هم کامل به دست بیاد. اما بپردازیم به بخشی از این سوال رو. البته دکتر شما جواب دادید که تا چه میزان واکسن میتونه در پیشگیری از کووید مؤثر باشه، ولی یکی از اون سوالهای دیگه‌ای که وجود داره اینه که الان کشورهای مختلفی در کنار ایالات متحده آمریکا، انگلستان و اسرائیل دارن واکسن تولید میکنن، من جمله چین، روسیه و هند، که در حال مبحث روسیه رو در جریان هستید که در نهایت با 92% یکی از بهترین واکسن ها فعلا اعلام شده، و از طرفی واکسن چین که کشورهای خاورمیانه و عرب زیاد ازش استفاده کردند، و واکسن هند. بفرمایید که ارزیابی شما از این کارایی این واکسن ها چی است؟ بله، در واقع میدونیم که ما در طی زمان واکسن های جدیدی به بازار میاد. مسئله این هست که کدوم واکسن در واقع مورد بررسی قرار میگیره. خوشبختانه علاوه بر فایزر و مدرنا و در واقع واکسن آکسفورد، ما دیدیم که کشورهای دیگه همونطوری که شما گفتید، مثل روسیه، مثل چین و مثل هند هم در این زمینه فعال هستند. در واقع واکسن روسیه تا 92% مؤثر بوده و این باعث شده که برای بعضی از کشورها که امکانات لازم رو برای فایزر ندارند، بتونن از واکسن روسیه استفاده بکنن. برای چین ما میدونیم که بیش از 5 تا واکسن تحت بررسی است که 2 تاش از همه جدی تر هست. در واقع اون که توسط دولت چین داره در واقع انجام میشه که بهش میگن سینو فارم، اون هست که بیشترین تأثیر رو داره، یعنی در کشورهای مختلف بین 60-80 و حتی بیشتر هم درصد مؤثر بوده. به خاطر ما وقتی که میگیم واکسن چینی، باید بلافاصله چک کنیم
چون یک شرکت خصوصی هم هست در چین مشغول واکسن هست، ولی اون اصلا تأثیر آنچنانی نداره. مثل در واقع جنس های چینی ما میدونیم که 5 درجه هست، در واقع چینی درجه 1 میگیم یا چینی درجه 5. در مورد هند هم همینطور هست، در واقع 2 نوع واکسن هست که یکیش باز دولتی هست و یکیش خصوصی هست، که در مورد خصوصیش هم خیلی بحث های کنتراورسی هست. در واقع اون بحث نوع دولتیش که در واقع همون واکسن آکسفورد آسترازنیکا هست که در واقع اونها دارن مونتاژش میکنند و در واقع یک جوری مور افوردبل میکنند برای کشورهای دیگه، اون بسیار مؤثر هست. به خاطر همین در مورد هند هم ما باید بگیم که آیا نوع دولتیش که در واقع اون همون واکسنی هست که در ایران هم در موردش صحبت شده. و من چک کردم در ایران علاوه بر واکسن روسی، واکسنی که از چین میاد در واقع همون نوع دولتیش هست که خبر خوبی هست. و در مورد هند هم همین در واقع بحث واکسن آکسفورد هست. مشکلی که ما داریم همونطوری که گفتم، بیش از 100 کشور هیچ گونه واکسنی ندارن. پس یک، چطور به اینها واکسن داده بشه؟ دوم، افوردبل باشه که قیمتش مناسب باشه، چون میدونیم واکسن فایزر ممکنه تا بیش از 20 تا 30 دلار باشه، مدرنا 15 تا 20 دلار باشه، آکسفورد 3 تا 4 دلار، ولی واکسن دیگه میتونه کمتر باشه. دوم، لوجستیک هست، چون میدونیم برای فایزر منفی 70 درجه میخوایم، برای مدرنا منفی 20 درجه میخواد، ولی برای آکسفورد و انواع دیگه همون دمای یخچال معمولی هست. پس بحث لوجستیک هم باید در کنارش بره. نکته مهم که ما در نظر میگیریم این هست که برای کشوری که بودجه محدودی داره، آیا 10% جمعیتش رو با اون بودجه محدود واکسن بکنه با فایزری که 95% مؤثر هست، که در واقع در نهایت 9.5% جمعیتش در واقع واکسینه میشه، یا همون بودجه رو بده با یک واکسنی که 1/10 قیمته، به جای 10% 90%ش رو واکسینه کنه که اون واکسن 80% مؤثر، یعنی 70-75% کل جامعهش رو پوشش بده. به خاطر از لحاظ سیاست گذاری بهداشت به نظر من اینجا خیلی مهم هست که تمام فاکتورها در نظر گرفته بشه. چرا؟ چون دسترسی خیلی مهم هست، اکویتی، در واقع انصاف بودن که همه افراد بتونن در دسترس باشن با بودجه محدودی که خیلی از کشورها دارن، خیلی نکته مهمی هست. خب بخشی از سوالی که الان میخوام از شما بپرسم در مورد ایمنی پس از دریافت واکسن دوز 1 و 2 رو ما پرسیدیم، اما مهم این هستش که حالا شخصی اومده یکی از این واکسن ها رو دریافت کرده، حالا فایزر و مادرنایی که الان تو بازار هست. ما میدونیم که جانسن اند جانسن هم 26 وقت FDA داره که بخواد صحبت های صورت بگیره و اون هم به عنوان یک دوز وارد بازار امریکا خواهد شد. یک شخصی که این واکسن ها رو گرفته، تا چه مدت پس از اون میتونیم بگیم که ایمن هست؟ بله، در واقع بررسی های صورت گرفته و تخمین هایی زده شده که حداقل برای 6 ماه یا 1 سال در واقع فرد ایمن هست، که ممکن هست این 1 سال هم تا 2 سال ادامه پیدا کنه. اما چون ما نمیدونیم افرادی که مثلا 1 سال گرفته بودن، واکسن زده بودن و بعد از 1 سال چه اتفاقی افتاده، به دقت نمیتونیم بگیم. و حتی اگر عدد 1 سال رو بگیم، برای افراد مختلف ممکنه یکم متفاوت باشه، چون مهمترین ملاک برای ما تیتر آنتیبادی هست. یعنی حتی برای واکسن هایی که ما همه خیلی همون زده، مثل هپاتیت بی که در واقع میتونه مؤثر باشه، باید این تیتر آنتیبادیش حتی 90-95% مؤثر باشه، باید بالا باشه 10 واحد یا بیشتر که مطمئن بشیم که در واقع مؤثر هست. به خاطر همین بهترین راهی که در واقع نبره الان، برای 1 سال بعد با چک شد، این هست که تیتر آنتیبادی دوباره چک بشه، و اگر بعد از 1 سال تیتر بالاست که نگرانی نیست، و اگر پایین هست یک دوز یادآور احتمال زیاد بعد از 1 سال دوباره زده بشه که این ایمنی ادامه پیدا بکنه، اگر تا اون زمان پوشش 85% جامعه در واقع لحاظ نشده باشه. یه سوالی که مطرحه در رابطه افرادی که آلرژی دارن، دکتر این افرادی که آلرژی دارن واقعا چیکار باید بکنن؟ ما آلرژی هایی که داریم در واقع 2 دسته هستن. بعضی آلرژی های عمومی به هر چی هستن، ولی اکثرا آلرژی های اختصاصی دارن.
اون افرادی که آلرژی اختصاصی دارن به نظر من باید با دکتر متخصص آلرژی مشاوره کنن و ببینن کدوم یک از این واکسن ها در واقع میتونه خطر کمتری برای در واقع آلرژی داشته باشه. ما مثلا میدونیم بین فایزر و مدرنا افرادی که سابقه آلرژی داشتن به مدرنا بیشتر واکنش آلرژی نشون دادن. به خاطر همین این بس کیس بای کیس هست و خوشبختانه چون ما واکسن های دیگه هم وارد بازار میشه مثل جانسون اند جانسون و واکسن دیگه، افراد آپشن بیشتری دارن. این نیست که فقط بگیم یه واکسن هست و اگر تو آلرژی داری هیچ کاری نمیتونی بکنی. به خاطر همین با مشاوره‌ای که با پزشک متخصص آلرژی میکنن میتونن تصمیم بگیرن که چه واکسنی براشون کمترین خطر رو داره. یکی از سوالاتی که مطرحه در سطح جامعه به صورت گسترده اینه که افرادی هستن که الان کرونا میگیرن به تازگی و به تبع بعدش آنتیبادی تولید میشه در بدنشون، آیا اینها هم باید واکسن بگیرن یا بهتره میتونن صبر کنن بعد از 3 ماه این کار رو انجام بدن؟ به نظر من در واقع بهتر هست اینا صبر کنن، حداقل برای 3 ماه صبر کنن و بعد از 3 ماه هم میتونن تیتر آنتیبادیشون رو چک کنن. اگر در واقع نیازی نداشته باشن در واقع ضرورتی نداره. میدونم که در با توجه به اینکه سرعت واکسیناسیون زیاد هست ممکن است در نگاه اول زیاد توجه نباشه که آیا فرد در واقع در گذشته در واقع کرونا گرفته یا نه، ولی درستش این هست که چون ما اولویت بندی می کنیم و در زمان محدود واکسن محدودی داریم و در واقع دیمند ما بیشتر از ساپلای هست، کسی که 1 هفته پیش 1 ماه پیش 2 ماه پیش گرفته، چون ما میدونیم حداقل 3 ماه این افراد ایمنیشون کافی هست و ممکنه حتی تا 6 ماه یا بیشتر هم در واقع باشه، اینها هیچ به نظر من اولویتی ندارن و میدونیم در فرم هایی که از افراد خواسته میشه که پر کنن اولین سوالی، یعنی یکی از سوالاتی که پرسیده میشه این هست که آیا شما اخیراً در واقع کرونا گرفتید یا نه، که این در واقع میتونه در اولویت بندی تاثیرگذار باشه. دکتر، دولت امریکا الان هدفش رو برای اینکه بتونه حد اکثر جامعه رو واکسینه کنه و به تبع بتونه به اون سیستم ایمنی یا ایمنی کلی برسه گذاشته تا آخر امسال، یعنی پیشبینی هایی نستش که ما برای اواخر دسامبر سال 2021 و چه بسا اوایل سال 2022 بتونیم جشن غلبه بر کووید رو بگیریم و زندگی رو از نو آغاز کنیم. بفرمایید که خب تا اینجا عملکرد دولت بایدنی که تازه روی کار اومده چیه و اینکه کلن این توضیح رو دادید پیشتر، ولی باز به صورت مشخص چند درصد جامعه در امریکا باید این واکسن رو بزنن تا ما بتونیم بگیم که به ایمنی و شرایط مطلوب رسیدیم؟ به نظر من در 1 ماه گذشته در واقع دولت بایدن این رو اولویت کاریش قرار داد و سیاست هایی که گرفت، که اول گفت در 100 روز اول 100 میلیون و بعد گفت 150 میلیون و بعد برای خودش یک ددلاین گذاشت که گفت آخر در واقع سپتامبر یا اکتبر ما بتونیم به اون تارگتمون برسیم، با امید این که برای کریسمس ما بتونیم این مسئله رو کنترل کنیم. از لحاظ سیاست گذاری در واقع در راستای درستی داره پیش میره، فقط ما 2 تا نکته هست که باید در نظر بگیریم. درسته که ممکنه در 100 روز اول بتونیم 100 یا 150 میلیون نفر رو واکسینه کنیم و در واقع اینها کسانی هستند که خودشون علاقمند به واکسینه شدن هستند، اما ما میدونیم یه بخشی از جامعه که در میدونم در مثلا 7 8 ماه پیش در واقع 30 35 درصد جامعه اعتقادی به واکسن نداشتن. حالا یکی از اهداف بایدن این هست که یک بودجه چند بیلیون دلاری بذاره برای آموزش و تشویق اون افراد بتونن در واقع دیدشون رو عوض کنن، ولی به هر حال 1 درصدی از این جامعه هستن که هنوز در واقع باور دارن که واکسن چیز خوبی نیست و اگر ما اون گروه رو نگیریم، یعنی در واقع 100 روز اول مشکل نخواهد بود، 100 روز دوم مشکل کمتر، ولی بعد 100 روز سوم که در واقع اون گروهی هستن که علاقه ندارن یا آماده نیستن، اگر ما اونها رو نتونیم در واقع متقاعد کنیم نمیتونیم به اون عدد 85 درصدی که در واقع عدد ایدئالی هست در طی 1 سال برسیم. این یکی. دوم، اگر ما تونستیم با تمام آموزش و در واقع پیر ایژوکیشن به اون 85 درصد برسیم
که ما میدونیم بخششون افرادی هستن که جز ماینوریتیز هستن، افریکن امریکن یا لاتینوز یا هارد این ریچ هستن. مثلا این هست که واکسن در ویروس برای اونهایی که هنوز واکسینه نشدند ادامه میده به موتاسیون، یعنی هر ماه موتاسیونه. یعنی از الان که فوریه شما فکر کن تا اکتبر یا نوامبر 8 تا 9 تا موتاسیون دیگه صورت میگیره، نه تنها برای ویروسی که در آمریکا هست، به طوری که ما میدونیم در تا طی چند هفته آینده در واقع عفونت قالب جدید با ویروس انگلیسی میشه. یعنی انقدر به سرعت اومد جلو، ممکنه همین موتاسیون برای ویروسی که در آفریقا باشه یا در آسیا باشه یا در اروپا باشه صورت بگیره تو 7-8 ماه گذشته و کافی اونها بیاد در آمریکا. و اگر اون در واقع موتاسیونی که صورت گرفته موتاسیون جدی باشه که در واقع در ماهیت ویروس تغییر ایجاد کنه و دوم واکسن نتونه اون رو پوشش بده، اونجا هست که ما نمیتونیم به اون هدف در واقع کریسمس برای کنترلش برسیم. ولی خوشبختانه سیستم واکسن مدرنا یا فایزر جوری هست که با یک تغییر کدبندی رو مسنجر آر ان ای ظرف 4 تا 6 هفته میتونن بلا فاصله نسبت به ویروس جدید واکنش نشون بدن. یعنی تا ویروس جدید میاد به فاصله 4 تا 6 هفته میتونن بفهمن که آیا این واکسن موثر هست یا نیست. مثلا برای سوش آفریقایی در مقایسه با سوش انگلیسی دیدن در سوش انگلیسی مشکلی نداره، همین واکسن کافیه. برای سوش آفریقایی مدرنا گفته ما یک دوز تکمیلی میذاریم که بتونه اون در واقع مسئله رو کاور کنه، میتونن بلافاصله ظرف 4 تا 6 هفته بگن واکسن موثر است یا نیست، اگر نیست چه در واقع کدبندی بکنن که بتونن دوز تکمیلی رو ایجاد کنن. به خاطر همین بحثی که گفتم، بحث 85% یک رسیدنش، دوم موتاسیونه در واقع ویروس، این دو تا فاکتوری هستن که دو تا متغیری هستن که به راحتی نمیشه با اطمینان گفت که تا در واقع کریسمس به اون هدف میرسیم یا نه. دکتر اشاره کردید دوز تکمیلی، یعنی دوز تکمیلی اون وقت در قالب اینا اگر از نانو تکنولوژی استفاده بکنن آیا در همون قالب واکسن دو انجام میشه یا اون وقت دوز تکمیلی بعد دوز شماره 3 باشه؟ بستگی داره، اگه فرد دوزاشو گرفته باشه مجبوره بگیره. مثلا یه فرد دو تا دوزشو گرفته و داره میره آفریقا، اونجا هست که مجبور دوز تکمیلی بگیره. ولی کسی که نگرفته اونا اجاست میکنن که در واقع کسانی که واکسن میگیرن اونها توش باشه. مثل بحث آنفولانزا، شما میدونید که ما هر سال در واقع واکسن آنفولانزا میزنیم و هر سال آنفولانزا تغییر صورت میگیره. اون نوعی که سال جدید میگیریم همه سوش های تغییر یافته رو هم در واقع کاور میکنه. حالا کسی آفریقا نخواد بره میتونه نزنه. آره دیگه، من میگم بر اساس این دو تایی که میگم دارم از به قول معروف بیگر پیکچر نگاه میکنم، ولی ایندیویدوالی بله بس فرق داره. ولی منظورم که اگر اون وارد بشه و شیوع پیدا بکنه به حدی که بخواد جدی باشه، اون موقع واکسن هایی که در واقع صورت میگیره باید اون سوش هایی که موتاسیون جدی پیدا کردن رو هم لحاظ کنه. خب دو تا علت وجود داره که الان بسیاری از مردم خوشبختانه یا متاسفانه تصمیم میگیرن برن سفر. یکیش ارزانی قیمت‌های بلیط هواپیماست که اصلا خب مسلماً هر کسی رو قلقلک میده، یا سفرهایی که ما الان داریم میبینیم تبلیغاتش میاد با 1/5 و 1/6 قیمت. دو اینکه الان داریم به نوروز نزدیک میشیم، بنابراین کم نیستن تعداد افرادی که دنبال اینن که این دوتا شات رو بگیرن و برن ایران. سوالی که وجود داره این هستش که یک، ما الان در ایران متاسفانه لونه زنبوره، یعنی الان نگام که بکنید شما در جنوب ایران اومدن التماس دارن میکنن به دولت که شرایط ایمرجنسی اعلام بشه. بسیار اوضاع احوال خراب شده، جهش انگلیسی اونقدر شدت گرفته که معتقدن بلافاصله میتونه کل ایران رو تحت شعاع خودش قرار بده. سوال اینجاست، حالا خیلی خوب دو تا واکسن رو افراد میگیرن، با جهش انگلیسی هم میگن تقریبا مشکلی وجود نداره، بنابراین شاید بشه گفت بسته به کرونا یا بسته به مادرنا یا فایزر که میگیرن بین 92% تا 95% ایمن باشن. آیا این افراد میتونن ناقل کرونا باشن، به خصوص کسایی که با همین تزریق این واکسن ها میرن ایران و بر میگردن؟ کسی که واکسن میزنه به صورت کلی میتونه ناقل این ویروس باشه دکتر؟ سوال خیلی خوبی رو مطرح کردین و بحثی در موردش خیلی بسیار شده که
فردی که در واقع ما هدفمون از واکسیناسیون چی بود؟ تمام تحقیقاتی که صورت گرفت در واقع فاز حیوانی، فاز اول، فاز دوم، فاز سوم این بود که اول آیا واکسن سیف هست و دوم آیا مؤثر هست و تا چه حد میتونه فرد رو پروتک کنه. پس تمرکز تمام تحقیقات گذشته روی واکسن این هست که آیا واکسن میتونه پروتکتیو باشه یا نه، ولی نگاه نکردن در تحقیقات گذشته که آیا فردی که پروتکتیو شده که هدف اصلی واکسن هست آیا میتونه در واقع انتقال بده یا نه. به خاطر همین در دیتاهای گذشته این مسئله وجود نداشته که بتونن با اطمینان بگن، ولی بحثی که گفته میشه این هست که واکسن میتونه لود ویروس رو کم بکنه و این کم شدن لود ویروس تا حدی میتونه شانس انتقال رو کاهش بده، اما همچنان میتونه منتقل کنه. به خاطر همین افرادی که واکسینه میشند اگر عفونت بگیرند عفونتشون بدون علامت هست و چون بدون علامت هست و مخصوصا این از طریق در واقع سیستم تنفسی منتقل میشه، حتی در واقع میزان در واقع ویروس در سیستم تنفسیش باشه میتونه این ویروس رو منتقل کنه. به خاطر همین توصیه میشه که از ماسک استفاده بشه که در واقع فرد منتقل نکنه. سوالی که شما مطرح کردید این هست که من اگر میخوام برم، من نوعی به ایران، ممکنه من نگیرم اما میتونم ناقل باشم. پس اگر برم پدر مادر، پدر بزرگ مادر بزرگ رو ببینم، اونهایی که هیچ کس رو ندیدن ولی دلشون برای من تنگ شده بعد سالها در خطر هستن، پس یک آیا میتونم، میدونم همه خسته هستیم، سفرهامون رو به جای سفرهای اینترنشنال سفرهای لوکال بکنیم. پس به جای اینکه در هواپیما قرار بگیریم میدونیم 18 ساعت 20 ساعت اکسپوژر هست. یکی دومی مسئله این هست که اونجا که ایران میریم میدونیم که همه مهمونی هن، میخوان بیان ببینن، خیلی سخته آدم بره اونجا هیچ کس رو نبینه چون هدف اینه که ببینین. و سوم اینه که قطعا کسی که میره ایران ممکنه دو هفته، سه هفته، یک ماه بمونه. پس اگه ما بتونیم یه جور هارم ریداکشن کنیم، کاهش آسیب کنیم که اون خطر در واقع سفر رو کوتاه کنیم، مدتش رو به جای یه ماه دو روز سه روز کنیم، یه لانگ ویکند یا بیشتر یک جایی بریم، حالا از مثلا جنوب کالیفرنیا به شمالش، از لس آنجلس به سان دیگو، و اینو بتونیم منیجبل کنیم که این در واقع هم میتونید شما میره آوتدور بیرون رو میبینی روحیت عوض میشه، هم افراد زیادی رو نمیبینی در یک فضای بسته یا کوتاه، چون میدونیم که هنوز هوا سرد هست در ایران، میدونیم به سمت نوروز میریم بهتر میشه ولی خیلی از شهرها همچنان سرد هست. اینه که سخته بگی آقا همه فامیل بیاین تو مثلا خیابون یا تو حیات همدیگر رو ببینیم. به خاطر همین و ما میدونیم که بحث تو ایران همونطور که شما گفتید بحث ویروس انگلیسی خیلی شدید هست، به خاطر همین من توصیه میکنم تا میتونید این کار رو کمتر بکن یا زمانش کمتر باشه یا واقعا باید خیلی سخت منیج کنین که من نمیدونم اگه میخوای اینقدر منیج کنین هدف از سفر چی. بله، در این دو دقیقه باقی مانده که باید برای رادیو خداحافظی کنیم ولی بعدش با سوالات دوستان در خدمتتون خواهیم بود، اجازه بفرمایید یه تشکر ویژه داشته باشم از خانم شهدا شیرازی عزیز، مدیریت محترم ایرانیان هاتلاین، که همواره در طی این وبینارها به عنوان شریک در کنار رادیو ایران قرار گرفتن و سعی کردن که به بهترین شکل به در حقیقت پروموت کردن این ایونت و کمک کنن که ما بتونیم رجیستری رو راحت تر انجام بدیم. مرسی شهدا جان. شایعه هست دکتر که الان دو تا شایعه هست، یکی در رابطه با اینکه افرادی که شات دوم رو میزنن مریض نمیشن، این مفهومش اینه که اصلا واکسن روشون عمل نکرده، چه بسا اصلا واکسنی نگرفتن، یه چیزی همینطوری زدن بهش. شایعه دوم این هستش که افرادی که هر چقدر که بیماری و افکت اون واکسن در شات دوم قوی تره، این نشون میده که افراد اگر در عالم واقعیت ویروس رو بگیرن میتونه به همون اندازه روشون تأثیر داشته باشه. کدوم یکی از اینا مورد تایید هست؟ در واقع همونطور که شما گفتین شایعه است و شایعه هم هر چقدر بهش دامن بزنید در واقع شایعه هست. واقعا سیستم واکسیناسیون در واقع با درستی انجام میشه و واقعا اون واکسن هایی که تزریق میشه بررسی میشه، هدفدار تزریق میشه، حتی مشخص میشه کی کدوم بازوش حتی
واکسیناسیون شده و خیلی با دقت دارن اجراش میکنن. به نظر من نباید این بحث رو در واقع دامن بزنن که مثلا فردی که واکسن گرفت علامتی نداشت، در واقع واکسن رو دریافت نکرده. ما میدونیم که در دوز اول معمولا اونقدر واکنشی وجود نداره، ممکن یک درد موضعی یا بعضی یا یک تب خفیف داشته باشه. معمولا در دوز دوم هست که در واقع وقتی که بدن دوباره با اون عامل خارجی برخورد میکنه، در واقع آماده شده، سلاحاشو داره و واکنش بیشتر هست. به خاطر این معمولا در دوز دوم هست که معمولا در طی 24 ساعت تا 48 ساعت بعدی فرد دچار یا تب یا درد اینها میشه و این نسبی هست، چون میدونیم سیستم های ایمنی افراد مختلف متفاوت هست. اینکه یکی حتما خیلی تب کرد یا بدنش داغون شد دیگه این واکسنه خیلی خوب بوده، یا یکی تب نکرد مثلا واکسنه آب بوده، نه اینطور نیست. سیستم های ایمنی متفاوت هست و بدون توجه به واکنشش فرد تا 95% در واقع مقاوم هست و همونطور که گفتم اون 5% هم شدت مرگ و شدت بستری شدن رو قطعا کاهش میده. اینکه هر چقدر کسی که واکسن میزنه افکتش بیشتر هست میتونه نشون دهنده این باشه که اگر واکسن نزنه و کووید بگیره اون افکت رو روش داره چطور، این درسته؟ خب چون سیستم ایمنیه، در واقع ما میدونیم که وقتی که فردی که ویروس وارد بدنش میشه دو تا فاز داره. یک فازی که خود ویروس هست افزایش پیدا میکنه در یک هفته اول که فرد دچار علائم میشه یا نمیشه. دوم از هفته اول سیستم ایمنی هست که مشکلی که ما با این ویروس داریم این هست که 10% از افراد دچار علائم شدید میشن یا 1% به ICU میکشه یا فوت میکنن به خاطر سیستم ایمنی بدنشون هست. قطعاً اوور ریاکشن سیستم ایمنی هست که باعث شدت علائم و در واقع نیاز به بستری شدن دارن. من همیشه مثالی که میزنم این هست که مثل اینکه یک دزدی وارد خونه بشه، اگه شما زنگ بزنید پلیس بیاد از در میاد و جستجو میکنه، ولی زنگ بزنید ارتش آمریکا بیاد با تانک بیاد از در میخواد بره تو، کل خونه خراب میشه. این سیستم هم این هست که سیستم ایمنی با تانک و توپ حمله میکنه و خود بدن رو هم آسیب میزنه. دوستان عزیزی که از رادیو شنونده ما هستید، همینجا باهاتون خداحافظی میکنم. متشکرم که وقتتون رو در اختیار برنامه این برنامه ویژه قرار دادید و امیدوارم که این برنامه رضایت خاطرتون رو فراهم کرده باشه و تونسته باشه اطلاعات مفیدی رو بهتون بده. تا برنامه دیگه خدا نگهدار. اما برگردیم به دوستانی که الان از طریق وبینار دارن ما رو تماشا میکنن و سوالات زیادی که من چک کردم اکثر این سوالات خودم از شما پرسیدم دکتر. بپردازیم به اینکه خانم های باردار کی میتونن واکسن دریافت کنن؟ این یکی از اون سوالاتیست که الان مطرح و متفاوت هست. این به نظر من بستگی داره به مریض، در واقع دوره بارداری و سیستم بدنش که آیا بیماری های مزمن داره یا نداره. به خاطر یک جواب ساده نداره. به نظرم باید با پزشکشون مشورت کنن و اگر پزشکشون در واقع کلیر میکنه اون موقع در واقع انجام بدن به واکسن. چون بس کیس بای کیس فرق داره، نمیشه یک چیزی رو برای همه توصیه کرد. سوال دیگری که مطرح هست اینه که افرادی که واکسن رو میگیرن به خصوص دوز دو رو میگیرن، در اگر تست کووید بدن آیا تأثیری در این تست داره؟ ممکنه نشون بده پازیتیو هست؟ بستگی به نوع تستش داره. شما میدونیم که تستای مختلف داریم. اگه ما تست ویروس انجام بدیم یا PCR قطعا نشون نمیده، چون ویروسی وارد بدن نشده که بخواد مثبت بشه. اما تست آنتیبادی اگر انجام بدیم، چون سیستم آنتیبادی پاسخ داده، قطعا آنتیبادیش مثبت هست و اون تیتر آنتیبادیش هست معیاری هست که فرد چقدر تونسته در واقع نسبت به واکنش بدن نسبت ویروس مؤثر باشه و تا چه حد دوام پیدا کنه. بله. اما دکتر، ما یکی از اون مسائلی که در رابطه باهاش صحبت نکردیم هنوز، وضعیت واکسیناسیون در سایر کشورهاست، به خصوص در ایران خودمون. شاید اون چیزی که الان برای خیلی از افرادی هم که اینجا هستن به جهت اینکه خانواده اونجا دارن درجه یک یا حتی درجه دو و بالاتر، چه شرایطی ایران داره میگذرونه و اینکه به عنوان یک کشوری که در حال توسعه هست و پیشرفته نیست، ما باید انتظار چه مسائلی داشته باشیم؟ ببینید، در مورد ایران دو تا نکته وجود داره. یکی این که آیا ایران کشور پیشرفته مثل آمریکا
یا انگلستان هست؟ خب ما میدونیم نیست. ولی نکته دوم این هست که آیا هر کشوری که پیشرفته باشه موفق هست و کسی که کشوری که پیشرفته نباشه موفق نیست؟ جوابش خیر، مخصوصا در مورد کرونا. ما میدونیم که در ابتدای بحث کرونا کشورهای مثل ایتالیا، فرانسه، اسپانیا، انگلستان و حتی آمریکا با وجود پیشرفته بودن و با توجه به امکانات هم مالی و هم درمانی و هم پرسنل پزشکی داشتند، متاسفانه نتونستن کنترل کنن. و کشورهای دیگه‌ای که مثل ویتنام، مثل تایوان، مثل در واقع بعداً کره جنوبی، خیلی از کشورها تونستن به راحتی کنترلش کنن. پس این بحث بیشتر سیاست گذاری که متاسفانه در ایران به هر دلیلی، حالا ملاحظات سیاسی، در واقع درست منیج نکردن و امکاناتی که ایران داشت که خیلی از کشورها ندارن، مثل زیرساخت بهداشتی. ما در واقع زنجیره سرد واکسیناسیون داریم 50 ساله که بیشترین پوشش واکسیناسیون داریم. در بعضی از واکسیناسیون پوششش از آمریکا هم بیشتر هست. از این پتانسیل استفاده نشد، در حالی که خیلی از کشورها با وجود داشتن واکسن این اینفراستراکچر یا زیرساخت رو نداشتن و می‌خواستن این زیرساخت رو درست کنن. در مورد واکسن هم متاسفانه مانند سایر سیاست‌هایی که در مورد کرونا صورت گرفت، یکم سیاست زده شد. در ابتدا اومدن تمرکز رو روی واکسن داخلی انجام دادن، واکسنی که معلوم نبود آیا مؤثر هست یا نیست، و اگر هم بخواد مؤثر باشه سه تا فاز رو باید طی کنه، سه تا سه ماه، 9 ماه، و بعد از 9 ماه آیا مؤثر آیا نیست. خیلی از کشورها مثل استرالیا، مثل فرانسه با وجود اینکه پیشرفته بودن نتونستن واکسن‌های مؤثری در آن زمان تولید کنن و اون باعث شد که تأخیر بدن برای دسترسی به واکسن‌هایی که مؤثر بودن، مثل فایزر، مثل مدرنا، که از طریق در واقع کوواکس در واقع ایران اینوست کرده بود، یعنی گارانتی کرد که 10% جمعیتش حداقل واکسیناسیون بشه، ولی به خاطر این ملاحظات متاسفانه به تأخیر افتاد. ولی در نهایت پذیرفتن و الان اومدن یک با واکسن روسیه شروع کردن، خوبه 92%، و دوم اومدن بالاخره بعد از بحث‌های سیاسی واکسن آکسفورد را به اسم دیگه آسترازنیکا دریافت کردند و در نهایت واکسن هندی که همون دوباره آکسفورده میخوام وارد کنند. و واکسن چینی هم که دیروز اعلام کردن از نوعی هست که در واقع مؤثر هست، حداقل تا 80% هم مؤثر هست. دارن به سمت بهتر شدن میرن. در مورد واکسن کوبا هم خیلی بحث شد. ما میدونیم کوبا کشوری هست که بیش در واقع واکسن‌های زیادی تولید کرده و دو تا از واکسن‌هاش مثل هپاتیت بیش از 40 کشور فرستاده، ولی در مورد کرونا در فاز سوم هست. چون فاز سوم تموم نشده، ما نمیدونیم که واقعا این کوبا واکسن کروناش موثر یا نه. ایران تصمیم گرفته که جزوی از این فاز سوم بشه، یعنی 40-50 هزار نفر هم از این واکسن استفاده کنن. چون ما میدونیم جمعیت ایران 83 میلیون نفر هست، اگه دایورسیفای کنیم، یعنی اینکه منابع مختلف، واکسن های مختلف باشه، سیاست خوبیه. از لانگ از بتونیم واکسن هایی که مؤثره و توصیه WHO هم شده رو در دسترس بذاریم، مثل فایزر، مدرنا، که هنوز چالش وجود داره ولی در اون سمت دارن پیش میره. خب بیان بپردازیم به مبحث بچه ها. اون چیزی که از ابتدا صحبت بود که بچه ها و جوانتر کمتر میگیرن، الان داره گفته میشه که جهش انگلیسی و یا حتی آفریقایی سنین پایین‌تری رو داره کاور میکنه. این بچه ها از چه زمانی سن جوانتر یا حتی بیان بگیم خردسال و نوجوان، آیا لازم داره که واکسن رو دریافت کنن؟ اگه اینطوری هست از چه زمانی باید این اتفاق صورت بگیره؟ همونطوری که میدونید در مورد واکسن فایزر از سن 16 سال به بالا بررسی کردن و مدرنا از 18 سال به بالا. به خاطر همین هیچ کدوم از این واکسن ها برای زیر 18 برای مدرنا یا 16 برای فایزر توصیه نمیشه. از طرف دیگه ما میدونیم که افرادی که جوانتر هستند شدت مرگ و میر در اونها کمتر هست. با توجه به محدودیت زمان و اولویت بندی، هنوز در اون اولویتی قرار نگرفتن بچه ها در مقایسه با افراد بالای 65 سال که بخوان در واقع در مورد واکسن در واقع اولویت بندی بشن. بحث دیگه این هست که این موتاسیون هایی که صورت گرفته، مثل در واقع موتاسیون انگلیسی، همونطوری که گفتم
70% شدت عفونت زایی رو زیاد کرده. یعنی لود ویروس در واحد خون خیلی زیادتر شده، پس اگه فرد بگیره شانس انتقالش بیشتر میشه. خب با توجه به اینکه افرادی که بالای 65 سال هستن معمولا ارتباط اجتماعی محدودی دارن، معمولا تو منزل هستن، به خاطر این سوشیال در واقع این سوشالایز نمی کنن، افرادی که جوانتر هستند بیشتر در ارتباط هستند، چون لود ویروس بالاتره شانس این که ویروس موتاسیون گرفته بگیرند بیشتر هست. به خاطر همین هست که ما در به قول معروف جمعیت بزرگتر میبینیم افراد جوانتر بیشتری میگیرن، و چون نسبی جمعیت مبتلا بیشتر هستند میزان شدت یا حتی مرگشون در جوانها بیشتر هست. اما با این وجود، با توجه به این که ما میدونیم شدت مرگ و میر در افراد در واقع بالای 65 سال حتی تا 5% هم میره، ما باید همچنان اولویت رو بذاریم برای افراد بالای 65 سال. فکر میکنم برسیم سوال یکی دو سوال آخر دیگر هم جواب بدیم. اول اینکه تقریبا تمام سوالاتی رو که اعلام کردید پرسیده شده، جواب همش هست. دوستی که در رابطه با الرژی پرسیدن، دکتر در رابطه با الرژی به صورت کامل توضیح دادن. باید با متخصص الرژی در این رابطه صحبت کنید. اما یکی دیگه از صحبت‌هایی که هست اینه که دوز اول مادرنا میگن که باز هم در قالب همین صحبت‌های عموم مردم قرار میگیره که قوی تر از دوز دومه، یا اینکه افرادی که دوز اول رو میزنن ساید افکت بیشتری دارن، دوز دوم آروم‌ترشون می‌کنه. کدوم یکی از اینها ثابت شده؟ ببین، در کل فردی که بخواد واکنش بده، آلرژی بده، در واقع به واکسن میده، پس اون آلرژی ما باید بذاریم کنار. دومین مسئله این هست که فرد با فرد فرق داره. یعنی اینکه بعضی فرد افراد هستن دوز اولو میگیرن هیچ علامتی ندارن، بعضی هستن علائم خفیف دارن، بعضی هستن علائم شدید دارن، ولی معمولا دوز دوم عوارض و علائم بیشتری در فرد ایجاد میکنه، چون سیستم ایمنی یک بار اکسپوز شده معمولا برای بار دوم ریاکشن بیشتری رو نشون میده. ولی ما میدونیم که به قول معروف کیس بای کیس هست، ممکنه بعضی افراد هستن که تجربه داشته باشن که دوز اولشون بیشتر هست، ولی در نهایت همونطوری که گفتم این در واقع عوارض یا علائم اونقدر شدید نیست که باعث بشه که ما نخواهیم واکسن بزنیم، و حتما توصیه میکنم که واکسن زده بشه، چون همونطوری که گفتم 10 میلیون نفر واکسن زدن و ما هیچ گونه عوارض آنچنانی که خطر مرگ داشته باشه یا خیلی جدی باشه نداریم، در صورتی که ویروسی که داریم که داره هر روز هزاران هزار نفر رو میکشه. کسی که کووید گرفته چقدر میتونه معصوم باشه دکتر؟ و در همین بخش، اگر کسی به عنوان ویروس خفیف رو گرفته، آیا آنتیبادی که تولید میشه با یک کسی که ویروسی گرفته که تا سرحد نابودی پیش رفته میتونه تفاوت داشته باشه، و حتی مدت زمانی که آنتیبادی در بدن میمونه میتونه متفاوت باشه؟ آره، کسی که در واقع کرونا رو گرفته حداقل تا 3 ماه محافظت هست، اما این میتونه تا 6 ماه تا 1 سال باشه. تنها رایی که میشه در واقع اینو وریفای کرد چک کردن تیتر آنتیبادی هست. به خاطر همین کیس بای کیس افراد میتونن در واقع متفاوت باشن. سوال دومتون میشه یه بار دیگه تکرار کنین؟ سوال دو این که شدت بیماری چقدر در این آنتیبادی موثره؟ آره، آره، ارتباط دقیقی وجود نداره. یک فرد میتونه که علائم خفیف بگیره یا همونطوری که گفتم 40% علامت نداشته باشن، سیستم اینی محافظت شده باشه برای 3 ماه 6 ماه، یکی ممکنه علائم در واقع شدید داشته باشه واکنش ایمنی، چون شدت ایمنی یه مسئله هست، تداوم ایمنی یه چیز دیگه است، و تنها رایی که میشه تداوم داد نگاه کرد تیتر آنتیبادی هست. یعنی اینکه اگه تیتر آنتیبادی چک بشه بعد از 3 ماه، بعد از 6 ماه به اون اندازه کافی باشه، تنها اون فاکتور هست که میتونه بگه فرد در واقع ایمن هست یا نیست. هیچ در واقع راه دیگه دقیق علمی وجود نداره. به عبارتی اگر کسی یک خفیف بیماری خفیف گرفته با یک کسی که خیلی شدید گرفته، مدت زمان این آنتی‌بادی میتونه فرق نکنه، مگر اینکه آزمایش کنه. هنوز ثابت نشده اگه من شدید گرفتم آنتی‌بادی بهتری
بدن هم میتونه تولید کنه. هنوز ثابت نشده. سپاسگزار وقت تو هستم دکتر علایی عزیز و گرامی. خیلی ممنون از این برنامه که با توجه به صحبت هایی که میشه همه دارن تشکر میکنم. دوستان، دکتر کامیار علایی، پزشک اپیدمیولوژیست، متخصص سیاست‌گذاری بهداشت بین‌الملل، حقوقدان، دانش آموخته دانشگاه های تهران، ملی، آکسفورد، هاروارد و نیویورک، افتخار جامعه ایرانی و افتخار من که با ایشون تونستم همکاری کنم در رادیو ایران و وبینارهایی که دارید ملاحظه میفرمایید. از طریق اینستاگرام هم میتونید دکتر رو فالو کنید و به حال اگر اطلاعاتی بخواید با دکتر علایی در تماس باشید. دکتر، آیدی اینستاگرامتون هم خوشحال میشم اگر اعلام کنید. حتما کامیار با آی اندرلاین علایی، من اینجا میتونم در واقع تایپش کنم. اگر دوستان هر سوالی داشتند در واقع خوشحال میشم تا اونجایی که بتونم، چون میدونیم خیلی از چیزها رو ما هنوز نمیدونیم. میگه در واقع همه چیز را همگان دانند و همگان هنوز از مادر زاده نشدند، ولی تا اونجایی که میتونیم تلاش میکنیم و آرزوی سلامت برای همه دوستان و عزیزان دارم و امیدوارم با سلامتی و خوشحالی همه در واقع به استقبال نوروز و در واقع بهار زیبا بریم. خیلی از شما و همه دوستان عزیز تشکر میکنم، در واقع فرصتی شد که بتونم این خدمت رو انجام بدم و انشاءالله در آینده هم خوشحال میشم باز در خدمتتون باشم. سپاسگزارم. تشکر میکنم از کیم بیسکایا، تشکر میکنم از شهدا شیرازی، تشکر میکنم از کامیار علایی عزیز بابت تمام زحماتی که کشید، سایر همکارانم در رادیو که لطف کردن با ما همراه شدن، شهدا مینای عزیز که به من در این راستا کمک کرد، و در نهایت شما عزیزانی که محبت کردین با حضورتون به هر حال این محفل ما رو گرم‌تر هم کردیم. امیدواریم که برای اتفاقات خوب ما وبینار بذاریم و بتونیم اطلاعات خیلی خوبی هم اون زمان خدمت ما رو جامعه خوبی داشته باشید. خدا نگهدار. مرسی. درود باشه.